روز شنبه در عراق حیدر العبادی نخست وزیر عراق در پاسخ به خواست معترضان به فساد اقتصادی یک بسته اصلاحات سیاسی در ساختار دولت پیشنهاد کرده، ولی مقتدی صدر روحانی شیعه از هواداران خود خواسته که همچنان به تظاهرات ادامه دهند تا زمانی که اصلاحات اساسی در کشور اجرا و با مفسدان اقتصادی برخورد شود. افزایش فشار معترضان شیعه بر دولت حیدر العبادی در حالی صورت می‌گیرد که در عراق این روزها درگیری جنگ علیه داعش همچنان ادامه دارد. علی جوانمردی از عراق جزئیات بیشتری آماده کرده. امروز حیدر عبادی نخست وزیر عراق با انتشار بیانیه‌ای یک سری اصلاحات فوری رو اعلام کرده، از جمله تعداد وزارتخانه های دولت عراق از 22 وزارتخونه به 9 وزارتخونه کاهش پیدا میکنه. 5 وزارتخونه در ساختار سیاسی جدید عراق به اکثریت این کشور داده میشه، 3 وزارتخونه به سنی و 1 وزارتخونه هم به کردها داده خواهد شد. به رغم بیانیه حیدر عبادی برای اجرای اصلاحات سیاسی فوری در ساختار دولت این کشور، مقتدی صدر روحانی شیعه رهبر جنبش صدر اعلام کرده که تظاهرات باید ادامه داشته باشه و برای جمعه آینده از هوادارانش خواسته که در مقابل منطقه سبز بغداد تظاهرات و تحصن بکنند. از این به بعد برای اینکه فشار بر دولت حیدر عبادی برای اجرای اصلاحات سیاسی و به گفته او مبارزه با فساد بیشتر بشه. این در حالی هست که عراق درگیر یک جنگ، فشارها بر حیدر عبادی در حالیه که در 4 استان این کشور نیروهای نظامی عراق سرگرم مبارزه علیه داعش هستند. امروز عملیات پاکسازی نظامی غرب رمادی مرکز استان انبار شروع شد و پیکارچیان داعش از چند طرف، چه از زمین و چه از هوا، توسط هواپیماهای ائتلاف به رهبری آمریکا هدف قرار گرفتند. اسماعیل محلاوی فرمانده عملیات استان انبار در گفتگو با رسانه‌های محلی اعلام کرده که نیروهای عراقی با حمایت هواپیماهای ائتلاف به رهبری آمریکا به شهرک هیت در غرب استان انبار نزدیک شدند و تونستند که 2 روستا رو در این منطقه آزاد بکنند. پیشروی اونها کماکان ادامه داره. از سوی دیگه داعش در جنوب کرکوک به مواضع نیروهای پیشمرگ کرد حمله کرده. فرماندهی پیشمرگ‌های کرد در کرکوک ولی اعلام کرده که حمله بامداد امروز داعش رو در هم شکستند. و اینکه سلیم جبوری رئیس پارلمان عراق تایید کرده که داعش به منطقه تازه در جنوب کرکوک با سلاح شیمیایی حمله کرده. به گفته سلیم جبوری داعش بارهاست که سلاح شیمیایی علیه حتی غیر نظامیان عراقی به کار میگیره و لازمه که یک تدبیری اندیشیده بشه و نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا در این رابطه اقدامی فوری انجام بدن. علی جوانمردی، اربیل کردستان عراق، صدای آمریکا.